برای ترکیب یا شروع یک صحنه یا یک تمثیل درمانشناسی که مسئول است باید یک دبل انتخاب کنه یعنی دبل کسی که نقش شرکت کننده اصلی را بازی میکنه و دبل واقعا کس باید باشه که از گروه انتخاب شده و شرکت کننده یا مجری یا شرکت کننده اصلی با او اعتماد داشته باشه و مطمئن باشه که او شخص میتونه او را به خوبی به نمایش بگذاره به ترتیب دقیقت شرکت کننده اصلی دبل خود که مساوی با خودش است می داشته باشه او بتانه خود در صنای که لازم است اجرا شود ببینه زیرا ای صنا او خود از یک فاصله و جوانبی از خود مشاهده میکنه که وقتی شخص دیگری این کار برش انجام می کمتر استرا باور است پس وقتی که شرکت کننده آماده میشه که دبل او را کمک کنه حتما باید این مورد اطمینان حاصل کنه چرا که تمثیل به زودی در گروه و وقتی که آماده میشه شما برش باید بگین که چی باید دیجه اجرا شوه چی باید شوه و چی باید گفته شوه که قبلا اجرا یا گفته نشده باشه و خصوصا وقتی که این سنه به صورت حقیقی رو خداده بود چیزی که دوجه شده بود به سوی دبل خود ببینه و چی چیزی رو به خاطر شما میاره آیا خود را در می میبینید معمولا چی میگه چی گونه حرف میزنه چرا رقم میکنه چی حالتی معمولا در چیرایشان دیده میشه و چی واکنش نشان میده. پس درباره خصوصیات به دبل بگویید به خاطر که او نقش شما را بازی میکنه چرا زیرا وقت شما میبینید کس نقش شما را بازی میکنه شما در بین گروه میرین و به عنوان یکی از او عمل میکنید و در این حال کسی هستین که نقش شما اجرا میشه اگر شما بفهمین که او فرد یعنی دبل کسی است که شما را کمک میکنه و این کار بر شما انجام میده پس این آدم یعنی دبل یک کمک بسیار بزرگ بر شماست حالا دبل و شرکت کننده افراد بسیار کلیدی و مرکزی تمثیل وقتی سنه در تمثیل هستند وقتی سند در حال اجراست تحصیلگر به صورت متواتر به شکر کننده خاطر نشان می سازه که کی پوش سرتان است آیا شنیدی که چی گفت آیا می خواهی بیشتر دی باره بشنوی به خاطر کو بر تو کار میکنه کسی که در قبل تو سکسر نمو پشتیبانت است او ده حمایت است و قرار داره وقتی کلمه برای گفتن نمیابی وقتی همراه ای والدین خشمگینت صحبت میکنی دبلت میتانه بگوید ما چیزی در دل می گرده که برد بگویم پس شما متکی با اوستین او به شما کمک میکنه او بر شما را نشان میته و یا که پیشویتان قرار گرفته است شما هم چنان میتانین به شرکت کننده بگین که ما میخوایم که در ما بگویم پس شما جمله تکمیل میکنین به شرکت کننده جمله تکمیل میکنه بعد از آن شما میبینین که شرکت کننده کاری که شما میخواین انجام بده انجام میده شما میگین مهمترین کاری که او انجام داده بود چی بوده؟ واقعا با چیزی که مینالا وقتی که زندگی شما رو در این موقعیت به تاثیر کشید تا یک مرحله سخت بگذره اتفاق افتاد چی بود؟ خب در حالی که تمثیل جریان پیدا میکنه به طور متناوب یا دوامدار شما میتونید متوقف بسازینش تا به شرکت کننده مشوره بتین در حالی که خود شرکت کننده صدر تمثیل مشاهده میکنه و زندگی خود که در به تصویر کشیده شده میبینه و این وقت شما میتونید با او چیزایی بگوین مثلا از او بپرسین که خب حالا چی آگاهی پیدا کردی چی فکر میکنی امیال دبل در چی یک قرار داره چه احساسی داری وقتی دبل صحبت میکنه و دادخواهی تا نمیکنه بعد با او بگوین که مداخله نکنه در کارش به ترتیب شرکت کننده با مشاهده دبل که عین کار او را انجام میده یک فضای امنی برای خود میسازید چیزی که در ذهن شما ناتمام مانده است باید بپرسید. چه چی چیزی باعث شد که شما خود در او زمان احساس نکنید خب ما امروز دوباره به او زمان میریم و کاری که باید انجام میدادید انجام میدیم پس من مثالی را استفاده میکنم که یک نفر در میدان ورزشی یا در محل کار خود مورد تمسخر قرار گرفته و از او به بعد جرات گپ زدن از دست داده با نمایش تمثیلی که میخواهید دبل خود که او را تمسیل میکنه ببینه و حرف بزنه و بگویه ببخشین چیزی که شما گفتین احساس کمی را میکنه و شما حق ندارین که شنین چیزی بگوین ما باید در برابر او اعتراض کنم به این ترتیب احساس توانمندی میکنه همچنان ما از متواتر میخواهیم وقتی کس جدید خود تجربه میکنه و برایش میگیم که در کجای بدنی اس وجود داره و دستش و جبانه بعضی از افراد دست خود ده گلوی خود میمانند بعضی روی شانه خود میمانند بعضی سینه خود زیرا وقت صدای خود هین صحبت میشنوند حس خوبی برشان دست میده. به این طریق ما مشکل حل میکنیم با سخن دیگه تمثیل ده ای باره نیست که درباره چیزی که باید انجام شوه گپ زد بلکه به این نتیجه رسیدن است که کاری را که باید دهینی ده که رویداد که صورت گرفته بود و در اوجا باید انجام میشده نشده بود ده ایجا تکمیل شوه و یه احساس بر شرکت کننده یا کسی که تمثیل یا زندگیش را میشه ده وجودش احساس پیدا شود هنگامی که تمثیل به پایان خود نزدیک میشه از تمام اعضای از گروه که از نزدیک اوجا سهم گرفتن و بخشی از تمثیل بودن نیز خواسته میشه تا از تاثیراتی که تمثیل به او و زندگیشان به جای گذاشته سخن بگویند به این ترتیب اوها میتانند به شما کمک کننده بسیار خوبی باشند اگر چیزهایی مثل خوب اگر من به جای او می بودم اگر به جای شرکت کننده یا بودم شاید چنین احساس میکردم و سپس احساس خود بیان میکنه یا کسی دیگه شاید بگه که اگر ما به جای شرکت کننده می بودم می که این کار انجام بدم و او کار میگه که چی بود یا کسی دیگه بگه که اوه من درک می که برای نخستین بار چی سی داره ما هم می سی داشتم به ترتیب اونا احساس خود امرای که دیگه شریک میکنن بعد از اون مسئول گروه یا درمان شناس میگه که شما ایره چیگونه میفهمین شما دیدین کوچی کرد یا شما دیدین کوچی میکرد بعد شما منعیس تحصیلگر از اونا بخواین تا مشخص صحبت کنند با جزئیات تشریح کنن و بازخورد یا فیدبک بدن چون که قبلا تشریح شد شما به اعضای گروه انگامی که شرکت کننده یا بدل تمثیل خود اجرا میکنه و وا تماشا میکردن بگوین که شما چی فکر میکنی و چی حسی دارن و شما از وا بخواین که ای را با همدلی بگوین و انگامی که شرکت کننده ایره میشنوه فکر میکنه پیش خود او اعضای گروه درک کردن که من چی حسی دارم این کار یک احساس حمایتگرانه و اطمینان بخشی را بر شرکت کننده با وجود میاره شما همچنان از او بپرسین که از چی میترسن پس شما باید ترس تان شناسایی و عادی سازی کنین پس درمان شناسان و دکترانی که در بخش بسیار ماهر هستند این فرآیند خیلی خیلی از نزدیک میبینن و در جستجوی عناصری در زمینهای مختلف میباشند نه فقط در اطراف چیزی که مردم میگن به طور مثال باید از شنیدن فعال و نظارت استفاده کنه بین شنیدن و گوش دادن واقعا تفاوت زیادی وجود داره بعضی از افراد به چیزهایی گوش میتن اما نمیشنون پس نخست باید خیلی بدقت بشنوید و بدقت ببینید که او یعنی بدل چی میکنه مثلا حالت چهره مثل لبخند ترش کردن پیشانی بلند بردن ابروها و سایر چیره. چهره ایالت نیز به شما چیزایی میگن ای چیزا نیز به خاطر داشته باشین حرکات نیز وجود دارند مثل دویدن خود به هم فشردن مثل یک کودک جنین بی حرکت استاد شدن مش دوا زدن یا سر خود پایین گرفتن به این هم باید توجه نشان بدین حرکت بدن با شدت که دستای خود حرکت میتن و ضمن متوجه باشین که چه کلماتی را به کار میبره یا که چگونه این حرکات به کار میبره یا که چند دفعه سکوت میکنه تنوی صدا تون صدا میزان صدا شدت صدا همه اینا تاکید میکنن که در اون لحظه او در چی یک وضعیت قرار داره صدای بلند و تکرار او نشانه مقدار استرس و استراب است و اما صدای پایین آرامش بیشتری را نشان میده ابراز احساسات به ویژه در مواقع غم و اندو اشک ریختاندن یا گریه است یا همچنین میتانه خنده باشه غرغر کردن یا ناله هم باشه تمامی بیان احساسات از طریق بدن است و تمثیل آن هم حد و مرزی نداره هر کس میتانه به اشکال مختلف هر یک رکت بدنی در مختلف از خود بده در نهایت چیزی که باید بکنیم ایست که باید مطمئن شویم که ما از مواجه شدن با یارو یاروی مستقیم و قطع تماس چشم خودداری کنیم داشتن تماس چشم بسیار مهم است مثلا کسی که مصروف انجام کار خودش است شما باید به نگاه کردن به او ادامه بتین و تماس چشم خود ادامه بدین اما گاهی چشم خود دور میکنین که با او فرصت استراحت بتین یعنی بیخی طرفش پلیق نمیکنین اما وقتی که سخت زحمت میکشن ممکن است با شما یا دبل خود نگاه کنند در صورت لازم است که تماس چشمی خود حفظ کنین تا شرکت کننده احساس حمایت بکنه وقتی تمثیل به پایان میرسه مرحله جذب یا ادغام آموزش صورت میگیره شما با شرکت کننده را وادار کنین تا جذب و یادگیری خود ابراز کنه شما بگوین که آیا دقیقاً چونین احساسی را داشتین؟ چه واقع شد؟ کی کمکتان کرد؟ او را از همه چیزی که در فرایند تغییر او نقش داشته است آگاه بسازین حالا چی پوشیدین وقتی شما در موقعیت قرار داشتین باید نقش متفاوتی را بازی میکدین. اما چی نقش و چه احساسی داشتین چی چیزی از قبل در وجودتان تغییر کرده وقتی اسم متفاوتی دارین در دا کجا او را احساس میکنین وقتی که شما احساس توانمندی میکنین چه همچنان وقتی شما گفتید احساس توان مندی کردید و گفتید که توان او را پیدا کردین که صدای خود بکشین و در اون محفلی که تشریح کردین صحبت نمودین چی حسی داشتین؟ شاید او به طور پاسخ بتن که خب من در سینه و پشت خود است کدوم حسه من خود قوی تر احساس کردم وقتی صحبت کردم آیا میخوانی ای را به تکرار بشنین؟ اکثرا میگن که بله من نیاز دارم تا در دا بله این کار تکرار کنه زیرا ما او را فراموش کردیم. یا شاید شرکت کننده بگوید که بله من ایس خوبه دارم و او قدر احساس راحتی میکنم که فکر میکنم توانایی او را دارم که بار رک در شانهای خود دارم او را از شانهای خود پس کنم دقیقت میخوایم بار دیگر او را تجربه کنم پس سنه را چند بار تکرار میکنیم زیرا این کار به تحکیم یادگیری شرکت کننده کمک میکنه کنند. شما میتونین از شرکت کننده پرسان کنین که وقتی شما آماده میشین که ترک کنین چی چیزی را فکر میکنین نیاز دارید با خود ببرید یا چی چیزی را میخواید جذب کنید یعنی آموختای شما چیه یعنی شما از او میخواهید که بگویه که ما چی چیز را می با خود ببرم چی چیز را لازم است که به خاطر بسپارم خاطرات بدنی خاطرات حسی و تا خاطرات افکار و سپس جمله خود تمام کنه او چیزی که در آینده برای ما بسیار مهم خواهد بود است که اگر بتانم این تغییر ایجاد کنم سپس تغییری که در ذهن خود داره تشریح میکنه